رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری در کابل با اشاره به بازدیدش با نخست وزیر پاکستان در نشست سارک این گفتگو را سودمند خوانده و از آغاز گفتگوها میان هر دو کشور خبر داد. در همین حال آقای کرزی گفت که دست داشتن سازمان استخبارات نظامی پاکستان با عرص افغانان موضوع تازه نیست و از گذشته ها استخبارات پاکستان و برخی از نهادها در آن کشور از عرص افغانان پشتیبانی کرده است. ده خبر از هم ده پاکستان اداراتكم استخبارات او اسكرتكم او هم خپل غربيون ملګرتكم شدا د گذشته اشتباهي تبار تکرار نك د دوی کامیابی په افغانستان کې او د دوی کامیابی په منطقه کې او د دوی کامیابی د تروریزم په خلاف په مجادله کې د افغانستان په استقلال او په عزت کې ده نه په معاملې کې د دې خاورې پر عزت او پر استقلال نو لهذا ای سایه هم پدې پوي او بل هر څوک چې دا امیدون لري پدې پوي چې افغانستان دا د زرو کالو ټاټوبې دي. در همین حال آقای کرزی گفت به خاطر مبارزه جدی با عرص افغانان نخست باید لانه ها و حلقه های حمایت کننده و تمویل کننده آنان شناسایی و نابود شوند. مبارزه علیه تروریسم در دهات افغانستان نیست. لذا استفاده از قوای هوایی در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان بغیر از تلفات ملکی و خسارات جانی و مالی مردم افغانستان نتیجه دیگه به بار برشان نمیاره. باعث کامیابی علیه تروریسم نمیشه. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی با آنکه تغییرات را در کابینه به صورت واضح بیان نکرد اما گفت که در نظر است که در برخی از بخشا افراد کارفهم گماشته شوند. حکومت افغانستان هم تغییرات در هر جایی که لازم باشه به منظور بهبود کار و رونق بیشتر امور و ترقی کشور او سلسله جاری است و انشاءالله میشه ولی نه داخل و دفاع ما نقص کار میفهمیم که در کجاست تغییرات افراد باعث بهبود امنیت کشور به صورت عموم نمیشه همچنان رئیس جمهور سفرهایش را به هندستان و چین سودمند خواند و افزود که هر دو کشور به مبارزه مشترک در برابر حراس افغانی تاکید کردند و به سرمایه گذاری در برخی از بخش‌ها در کشور تعهد نمودند.